برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز پژوهش‌های مجلس نمایندگان ایران با انتشار گزارشی در مورد اوجگیری مهاجرت بین استانی از شهرهای کم برخوردار به شهرهای بزرگ هشدار داد. این مرکز همزمان از افزایش شدید مهاجرت زنان بین سنین 20 تا 29 سال به شهرهای بزرگ در جستجوی فرصت‌های کاری و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی خبر داد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که افزایش تعداد زنان در میان مهاجران به حدی است که بحث زنانه شدن مهاجرت مطرح شده است. در این حال رصدخانه مهاجرت ایران درباره تشدید مهاجرت به علت شرایط اقلیمی و بحران آب گفته که فقط در یک سال گذشته 10,000 خانوار از شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان مهاجرت کردند. بر اساس داده‌های سرویس خدمات آب و هوایی اوگمت در شبانه روز گذشته زابل در شمال سیستان و بلوچستان با دمای 58 درجه سیلیسیوس بالاترین دمای زمین در بین بیش از 8800 ایستگاه هواشناسایی اسپوتنیک اصلی را ثبت کرده است. در شبانه روز گذشته علاوه بر زابل چند رکورد جدید دمایی دیگر نیز در جنوب شرق ثبت شد. زهک در فاصله حدود 27 کیلومتری از زابل برای نخستین بار در 30 سال اخیر دمای 56 درجه سیلیسیوس ثبت کرد. وزارت ارتباطات عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور به جای فیبر نوری قصد دارد اینترنت ماهواره‌ای را به مردم ارائه دهد. در همین راستا دولت عراق برای اجرای این طرح با شرکت‌های معتبر در این حوزه نیز مذاکراتی را آغاز کرده است. وزارت ارتباطات عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد طرح توسعه فیبر نوری پیچیده، پرهزینه و زمانبر بوده و به همین دلیل دولت این کشور قصد دارد اینترنت ماهواره‌ای را در عراق راه اندازی کند. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق روز گذشته چهارشنبه در نیویورک با ونسا فریزر سفیر کشور مالت در سازمان ملل متحد و رئیس کمیته تحریم‌ها علیه سنی‌های تندروی داعش و القاعده شورای امنیت دیدار کرد. مشاور امنیت ملی عراق در سخنانی در نیویورک بر ضرورت برچیدن اردوگاه الهول در سوریه تأکید کرد.